عزیز پروگرامای هنرشیلا هستم، مثل همیشه هم میمان خانهای شما هستم. برنامه ما را شما همیشه بیننده هستین از تلویزیون جانی پیام افغان که رئیس از این تلویزیون هستن آقای خطاب و کسایی که در قسمت کارهای تکنیکی با ما همکار هستن از شما تشکری میکنم، مخصوصا از آقای فرساد و از آرام جان که در قسمت کمره و ایده برنامه ها همیشه همکار ما بودن و برنامه را به موقع برای شما میرسانند. تشکر از شما. خواهش میکنیم اگر شما برنامه های قسم برنامه های ما داشته باشین یا برنامه هایی که میخواین که به ذوق خود تهیه کنین یا اعلانات تجاریتان یا خدای نخواست اگر اینا متفاوتیتان باشه میتونین از طریق تلویزیون به بسیار سهولت منتشر بسازین. ما منتظر شما هستم که همکار ما باشین در این تلویزیون. حالا شما را زیاد منتظر نمیمانیم. دو هنرمند بسیار خوب و جوان که بسیار مستعد هستن و کارهای بسیار خوب در قسمت موسیقی افغانستان کردن برای شما امشب داریم که برای شما معرفی میگیریم و مصاحبه با شما داشته باشیم و آنگاه لایف بسیار خوبم برای شما تقدیم میکنم. بیننده عزیز، یک تشکری خاص از آقای صدیقی دارم که امروز رستوران خود در روز یک شنبه برای ما باز ساختن، باز مثل هفته پیشتر، و ما تونستیم که برنامه زیبای خود از این رستوران فیلمبرداری کنیم و این رستوران هست در نزدیکای فرانکفورت و آفنباخ در نای ازینبورگ و رستوران بسیار خوب است با غذای بسیار لذیذ افغانی و غذای ایتالیایی که شما میتونید برام پاویلیون هست و شما میتونید آدرس آریان جان عزیز باز در این صفحه بر شما مندازن. اما یگانه چیز خوبی که داره شما میتونید غذاهای مختلف از اینجا شما سفارش بدین به هر تعدادی که باشه، 100 نفر 200 نفر اینا به شما آماده میکنن و به سرویس میکنن و میارن به خانه های شما و در جایی که شما خودتان میخواین به ذوق خودتان. این رستوران فراموش نکنین، غذای بسیار مزه‌دار دارن و تشکر باز از همه که امروز واقعا روز خود ما دادن و در روز یکشنبه ما تونستیم که اینجا فیلم برداری کنیم. تشکر. فاجان عزیز سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه. علیکم السلام، زنده باشی شیلا جان. قلب بازم ما بسیار زیاد خوشحال هستم که همچنان دوباره به برنامه مقبولتان دعوت شدیم و در خدمت بینندگان عزیز هستیم. تشکر. خاله جان عزیز شما هم خوش آمدید. بسیار زیاد خوشحالم که در بار دوم در قسمت دوم باز هم میمونی ما را لبای گفتیم و به برنامه آمدید. خواهش میکنم. به درست که میگه سالی که نیکوست زی خوشیش پیداست. راست میگه. همونقدر دوستای ما علاقمند از این بودن که ما را باز ببینن. بله. لحاظه ای که ما بسیار دوستان دارم. تشکر زنده باشین. و ما روزی موفقیت واقعا به پیام افغانستان. تشکر. و آینه هنر دارم. تشکر زنده باشین. تشکر از اینکه باز هم ما را دعوت کردیم. بله. همراه فواد جان امیدی. بله. چرا نه؟ شما وی بیننده مثل که همیشه میفهمد این برنامه هنرمندای ما هستن و ما بسیار خوش هستم که همه هنرمندای ما هستن. پس سوالای خود شروع میکنیم، چون بی صبرانه همه منتظر هستم رفته پیشتر که برنامه شما رو دیدن، سوالات بسیار زیاد در ذهنشان خطور کرده که امروز ما باید از شما پرسان کنم. بر ما مسیج کردن و باید سوالات از شما پرسان کنم. فوجان عزیز، قسمی که در برنامه بیشتر از کارا و لایتان پرسان کردیم از که شروع کار اینا، شما گفتیم که مدت هست که اینجا هستیم و با برای شروع میتنیم آهنگای دوباگانه گفتیم که با آقای خالد جان درست کردیم. این آهنگا چی وقت بخیر شد میشه؟ چی وقت ثبت میشه؟ دوباره از این گپ بزنیم. خالد جان، ما در حال حاضر یک دو پارچه آهنگ داریم که کارایش کردیم، انشاءالله برای ثبت و ارنجوی چیزایش انشاءالله میخواییم که پروگرام جور کنیم که چه وقت بخیر بریم. دیگه نمیتونم گفته به مدت چند ماه یا چند روز، ولی خب به همین زودی هم انشاءالله به دسترس دوستان میرسه. بسیار معقول. آواز شما، اردوی شما به حد معقول است. سرک دارم آواز خود داریم و دو آواز مختلف هست و اتمن بسیار معقول مچ میکنن. شما تر بین خود خواهد من تمرین کردیم و میفهمید چقدر آواز داریم بردم. دیگه ما با خالد جان شواب که واقعا چند کنسرت داشتیم، نظر دوستان همین بود و خودمان واقعا دوست داشتیم که با خالد جان و خالد جان دوست داشتیم با خودمان که با هم یک گروه درست کنیم که در خوشی های مردم، دوستای عزیز و در کانسرت ها همیشه با هم باشیم.
دیگه همین تصمیم رو گرفتیم که ببینیم که خدا چی میخواد. ناگفتن ما نه، مثلا خوشحال یاد کردیم خدا همه مردم افغانستان ما شما رو خوش داشته باشن، در بیرون هستن یا در داخل هستن همیشه خوش و آرام باشن. اگر شما الهی آمین، اگر شما میخواین که مفعولایتان خوش باشه، این دو جوان بسیار مقبول میخوانن کنه، شما یک نمونی بسیار خرد شد انشالله کارای کلانشون در وقتی که مفلوع خوشیشون باشه. اگر هیچ شما رو پیدا نکردن با من یک زنگ بزنن اما شما رو نشنن من باشم پیدا میکنم، چون اینا زیاد مصروف میباشم. خب ما مصروف هستم اما ما مجبور هستم که نماینده شما و نرمانده هستم جوابای شما رو بدم انشالله که یک مفلوع خوش و خوب میداشته باشیم بایشان. امیدوار هستم که ما هم دمی نزدیکا دکنم کنسرت شما برابر شاییم که ما مقلزت ببریم من انشاءالله برای سال نو و سال جدید حتما پروگرام های خاصی داریم. مدام پلانش دقیق معلوم نیست ولی خب بطمئن بابا خبر میشه. بله صد درصد شما خود در قدم اول انشاءالله دیگر برنامه های ما را شد انشاءالله دوستان از طریق فیسبوک ها یا طریق تلویزیون زیبایی شما بتانن ببینن. اگر بگید که جالی میگم در اجاز وقتی دوستان بگن با خبر باشید با خبر. بله با خبر باشید با خبر. خب ما یک کار میکنیم که اگر شما با مواقع خوب حتما خبر میشیم کنسرت ها میشه با مواقع میباشه. ما یک کار میکنیم که با میوانیان جان امی کمری خود میاییم یک برنامه بسیار مقبول در خود کنسرت درست میکنیم بطر بسیار جالبتر بسیار شما خوب برنامه من رو دیدین همیشه متفاوت بوده با برنامه های بسیار نام خدا والا اگر ما تو نمیبود ما در شما میجا نمیبودیم خواهش میکنم امی لطف شما عزیزان من هست که ما هستیم ما با هم مثل واقعا یک چیز ما باید بگیم که اتفاق از ما یاد بگیریم. واقعا 6 ساله که ما با هنرمندا یک جای کار میکنم بسیار با ما همدست بودن، بسیار با ما دست دادن، هر کدامشون دوستای بسیار خوب ما شدن. خاله جان عزیز خواه از سالهای است که میشناسم شما دوست خوب ما فعلا هستید و انشاءالله بخیر میمانین و کارهای متداوم انشاءالله با هم خواهد داشتیم. خاله جان عزیز در کنسرت ها شما خودتان میخواین دو نفر باشین یا کسای دیگه در کنسرت هایتان میخواین؟ بجور است که ما اگر کدام جوان در اروپا از ما استیج خود را برای از اون میدونم چون ما واقعا پیام آور در پلوی پیام افغانستان است. خیلی ببینید زنده باشیم و در پلوی پروگرام شما به طور است که عبارت از هنر و هنر صفت و هنر شناس بسیار مشکل است که بعد از سالها انتظار جنگ افغانستان که بیش از 40 سال متاسفانه با شما فقط کشتار، فقط رنج، فقط درد، فقط سوز دل دیگه چیز نداشته. لحاظ آیگه شیلا جان عزیز ما تشکر میکنم از آینه هنر و از پیام که افغانستان به صفت یک پوسترسان جهان است. پیام افغانستان ما فقط خوشی زیر میکنم که همون یک پروگرام صدها چند دیگان موجود باشد تا که افغانای ما انرژی بگیرند، تا که افغانای ما امیدوار باشند که راستی یک افغانستان فردا رو زنده است مثل بند امیر. راست میگه خاله جان عزیز فاو جان نازنین، ما مقصد برنامه های ما فقط اینمی هست که ایره همه افغانای ما میفهمند. ما چند از پیش ما آمادگی داشتیم، ما در دقیقا برنامه لایف مستقیم در فیسبوک رفتم، فقط میخواییم که یک چند لحظه خوشی در خانه افغانای خود بیاریم با هنرمندای عزیزشان. وقتی که شما میفهمین آدم وقتی که علاقمند میباشه با هنرمندای خود، اونا رو میخواه ببینه، از حالتشان بفهمه، از کارهایشان بفهمه، از زندگیشان بفهمه، از موسیقیشان بفهمه و این پیام آور است برای از اونا و همیشان به علاقه میشنن و شما رو میبینن و از اون خاطر ما و شما میشه همطور خودمانی برنامه های خود پیش بردیم. درست. و امروز فوا جان عزیز بسیار یک لباس قشنگ افغانی هم پوشیده. چشمای تو مقبول و واسه خودت نام خدا بسیار مقبول. نمیفهم که خاله جان دیگه ما تو لباس های رئیسی پوشیده. ماشاءالله خاله جان هم سر لباسش قشنگ است و ما نمایندگی از
خواستیم که یک اتحاد ملی را نشان بله 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 این را که میبینین دوستان بله و خواستیم که بگویم که ما همه یک وطن هستیم هزاره افغان، پشتون، تاجک همه ما یک صدا هستیم، همه ما یک دست هستیم یک اتفاق هستیم و برای ما اصلا کدام فرق نداره اگر یک نفر با پیراندتون بان بگرده یکی با دروشی بگرده همین یک پیام، خواستیم یک پیام بیاریم امروز یک مسئله افغانستان متحد قسمی که در پیش روی فواجان هم بسیار یک نقشه بسیار مقبول بیرق ما هست و وکان افغانستان بسیار آده چطور است که یعنی تو دال شما قدر نام خدای قدر قدر با لذت پر کیف قدر از وطن عزیز ما صفت میکنیم بله یک شعر آقای یسین یک کتاب دارن بسیار یک کتاب بسیار محبول ناظرین است که شعر بسیار سلام برشان برسه سلام و احترام احترامات خدمت آقای یسین میکنیم ما یک آهنگ به حساب تشکیل دادیم به احترام و محبوبیت مردم اصیل افغانستان که این میگه که تا ببینه چشم پنهان بین من تا ببینه چشم پنهان بین من گردن پیچیده در گیسوی بو یه قدر من این شاعر دوست دارم آقای اصیل که من آقای بسیار محترم هستن واقعا انسان بسیار من این شخص یه قدر دوست دارم که یک شعر بسیار نام داشته که من این آهنگ نظر به کتاب بزرگ از آن ما این کمپوز کردیم البته آقای شعر که مبارتان میخوانم شعر از فریاد از آقای اصیل است بسیار فریاد اصیل میگه که وطن ای سرم فدایه نرود ز دل هوایه بکشم ز سینه دل را نتپد اگر بلایه وطن ای سرم فدایه وقتی که شما تک لباس هم میپوشین وقتی که تو تک پیام آوره هست یک کرکچه مرد افغانستان هستی و من یک شاگرد بسیار کوچک شاید در مدیریت دریشی و یک انقاب باشه اما قلب ما به افغانستان میتپه قلب ما میتپه لحاظه که آقای فریاد اصیل بسیار تشکر میکنم که اما تک شعر مقبول وطن ای سرم فدایت در آمد ز دل هوایت بکشم سسینه دل را نتپد اگر برایت و شعر از یار خواندم عبارت از شعر از یار اما آهنگ پیشتر که زمزمه کردم و اعتراض آقای اصیل بود تشکر لطف دارین خاله جان عزیز بسیار آواز مقبول نام خدا میبینین که بدون از اینکه ما خواهش کنیم خودشان یک آواز بسیار مقبول لایف خواندن بسیار آواز مقبول همیشه جاودان باشین خاله جان عزیز با امید آنگاه بسیار بسیار مقبول شما خواهش بگیم با پیشرفتتان در قسمت زیادتر پیشرفتتان جالب ایست که میگن در جاودان جاودان یعنی چی؟ یعنی رفیقای بسیار قدیمی رفیقای بسیار مختصر جاودان پایدار رفیقای بسیار مستحکم رفیقایی که از خود 5000 سال تاریخ داره ازبک تاجیک هیلوتی غزنی اموتو نیست پشتون از آور عرب تاجیک ترکمن ما خودم خاله جان عزیز میفهمی چی میگم همیشه همیشه به افغانای خود من میگم ما افغان هستیم در ما کدام مانا نداره که ما کنم میبخشی بسیار زیاد شاید دیگر سر وطن داره من یک ذره جگرخون شد در این شب و روز فکر میکنم که الفش از افغانستان توزی کردن غیر از افغانستان دیگه چیز نمانده خب اما تا لحظه که ما زنده هستیم به افتخار افغانستان و بند امیر و آینده جاویدان واقعا دیزاینر که اون تک لباس خانمه که فعلا خودتان بطن داره کی پیام آور به نام دیزاینر افغانستان است کی یک لباس به حساب عنانات و فرهنگ جامعه مردم افغانستان است شما وطن دارید این برای ما جای افتخار است تشکر وقتی که سردار من شاهزاده هنر موسیقی افغانستان فواجان امیدی وقتی که یک لباس وطنی را میپوشه بیندای عزیز فواجان عزیز خاله جان بسیار یک زمزمه مقبول کردن آره من شما خواهش دارم که میریم اموجا و شما یک لباس های مقبول محلی دارید ما یک لباس مقبول محلی دارم اموجا شما یک آهنگ بسیار مقبول محلی میخواهید درست است؟ بیننده عزیز یک آهنگ بسیار مقبول محلی را با آواز فواد جان امیدی میشنویم باز دوباره برمیگردیم به برنامه دیدم مثلی پریانه
چیز واضح است که ما میبارند. بله. بسیار آهنگ مقبول بود. اتمن جهنوی عزیزم بسیار خوش شد آمدن. خب ما شما به نظر خود ما از سوال من بود هر دوی شما میشه. آهنگای مالی در می اواخر کم شدن. نه؟ یعنی زیادتر مردم آهنگای مدرن درست میکنن. زیادتر و من خودم شخصا دوست دارم آهنگای محلی هستم و تا جایی که ما یک هنرمندان عزیز خود ناصر جان گلبالی و جوی جان نجرابی یک برنامه محلی درست کرده بود زیاد مردم علاقه نشان دادن از اون لحاظ خواستیم که شما یک آهنگ محلی بخونید شما سبکای مختلف میخونید فکر میکنم محلی هم میخونید شیلا جان بله البته که من با برنامه قبلی عرض کردم چون من آماتور هستم بخش محلی غزل دیگه چون به محفلهای مردم شرکت میکنیم دیگه باید به هر سبک ما باید بخوانیم چون دوستای ما هر کدام از خود علایده یک ذوق بله یا بله ما چون جایی که میریم برای برنامه یا کنسرت ها شاید از ما درخواست های زیاد شد محلی شد غزل شد دیگه ما آمادگیش شکر خدا ما خالد جان داریم و می حساب که ما دو چیز مختلف که چون خالد جان آهنگای آماتوری مثلا سبکای مزایر و استادای دیگر بسیار مقبول می خوانند
و خودم هم همچنین در بخش از اون باز در پولیش محلیام شما دیگه شیر و شکر ساخته داشته. بله بله. بسیار عالی. بسیار عالی. من خدا خودت آقای بسیار معمول میخوانی دیگه از سیستم ما دیدیم، اما منطقه چون خارجان عزیز میفهمی که وقت برنامه اوقدر زیاد جای نمیدم و خارجان بیشتر یک وعده کرد که بخیر ما با چند هنرمندا که شاملش خودت هم هستیم انشاءالله یک برنامه بسیار خوب بسی درست میکنیم. درست است خارجان عزیز؟ چرا بشه؟ آره. ما شما با هم میشینیم کم گپ میزنیم، شما زیاد آواز میخوانید که همه مستفید شوند از این آهنگای شما. خالجان عزیز خودت آهنگای غزل هم والا اطراس که وقتی که در جامعه ما البته در موسیقی داخل افغانستان ما سه سبک مختلف داریم. ما آمدر خان داریم، غزل خان داریم و معنی خان داریم. یک سه سبک مختلف است. امروز جامعه ما به این توقع است که تو وقتی که جای ظاهر میشی سه توقع را می داشته باشی: کلاسیک، آماتور و معنی. ما خودم شخصا وقت شو براتون بگویم وقتی که یک جوان در حدود فکر میکنم که عمریاتش 36 بین 37 سال عمر داشت، توریالایت، کسی که نامش احمد ظاهر بود، نام واقعیش توریالایت بود، کسی بود که در بسیار یک جوانی از بین رفت ولیکن در اوقدر یک سند بسیار بسیار متوسط و میانه که نام انسان واقعا آب زندگی را میچشن مثل بند امیر بوده. ولیکن 500 آهنگ از خود بجای میمان. اگر من امروز نگویم که احمد ظاهر نمی بود من نمی بودم، بسیار یک اشتباه بزرگ میکردیم در زندگی. دوستای عزیز، علاقمندای پیام افغانستان و پروگرام آینه، ما افتخار از این را میکنم که امروز شیلا جان غفوری به این قدرت و به این نیرو رسیده که بفهمه اصلیت هنر موسیقی افغانستان یعنی چی. ما افتخار از این دارم که هر چی زودتر به نزدیکترین فاصله ما بتانم مهمان آشیانه و کاشانه و سرزمین شما شدم. اول آقا جان خب با هم یه جای میریم دیگه، باز من اونجا خبر کنیم. ما قطعا میرم افغانستان. شما نام بخواه اقتدار برای هست هستیم که من این فهم من به هنرمندایی که شما که فلم گرفتین چی رقم واقعا ابراز انسانیت و تمدن انسانی خود به جای کنم. واقعا شیلا جان همه گی دوست دارم. زنده باشم. ما مدت نیست که آمدیم سابق برنامه از همه افغانستان ما تقریب میکردم. واقعا کس هستن که به تمام رسانه های افغانستان رسی و محبوب همگی هستن. زنده باشم. واقعا زنده باشم. و ما افتخار میکنم که امروز در خدمت شما بودم. آلو شیلا جان ما را که امروز در پروگرامت خواستی بله ما خوامدیم. بله خواهی ما تک پروگرام تا رو تیر کرده بودی؟ والا برنامه های من، پروگرام های من همیشه با هر هنرمند، با هر عزیزای من بوده. اگر در افغانستان بوده، اگر در اینجا بوده، واقعا اقدامش یک خاطره بسیار بسیار جالب و بسیار خوب برای ما بوده. شما عزیزان من واقعا امروز یک روز بسیار بسیار ولیکن از این گفت من خفه نشد. میگه یکی هنرمند است، یکی هنرمند است. بله که در کدامش خودت سر خوردی؟ والا من زیادتر خوشبختانم، خوشبختانم با هنرمند های به حد خوب خود سر خوردیم. اگر خارجی یا داخلی بودن، هنرمند هایی بودن که واقعا ارزشش داشتن که آدم برازونا وقت خود ازایی کنن. و از همه شما سپاسگزار هستم که شما امروز یک روز بسیار پر خاطره است. واقعا روز از امون روزای خوش زندگی ماست و تشکر از فاجان عزیز که بیننده برنامه ما در افغانستان بوده. واقعا من زیاد مایچ اصلا باور نمی کردم اما در افغانستان من زیاد بیننده دارم. نیخواهش شکرم. زیاد اما بیننده. من هم افتخار میکنم که امروز یکی از علاقمندای خود که یک هنرمند بسیار خوب است امروز در برنامه خود از افغانستان عزیز داریم. خالو جان عزیز خواه از دوستای بسیار بسیار خوب ما هستن. برای رضی که هنرمند خوب هستن یک کسی هستن که همیشه گفتیم که در قسمت برنامه هم زیاد بر من کمک کردن. خب عزیزان
پیشنهاد شما بر کسایی که تازه شروع به کار میکنن یا میخواین آوازخوان شون که خوشبختانه بگوییم یا ای که خوشبختانه بگوییم که آوازخوان از طبقه اوناس و یعنی مذکر زیاد شدن ماشاءالله هر طرف، نظر شما چطور است که اینا چی کنن که بتونن یک موسیقی خوب تقدیم بکنن؟ اجازه است فاوا جان؟ بفرمایید. اجازه شیلا جان؟ بله بفرمایید. سلام مربوط به شیلاندای عزیز داخل آشتین و کاشانیتون، اگه اجازه شما باشه اگر ما کدام اشتباهی کردیم برای ببخشید، فقط یک ابراز نظر است. بفرمایید. هنر صرف عبارت از خواندن و موسیقی و آوازخوانی نیست. نان خوردن خوب هم هنر است. راست. لباس پوشیدن خوب هم هنر است. راست. گپ زدن خوب هم هنر است. واقعا من گفتم تصدیق میکنم. وقتی یک انسان بیتانه در جامعه زندگی عبارت از افتخار خانواده خود وقتی باشه که او از یک مجلس، از یک جشن، وقتی که ترک مجلس میکنه و میره و کلی یک کس پرسان کنه که کی بود؟ ای از کجا بود؟ او وقت شما نام خانواده تان زنده میکنید و او وقت شما هنرمند واقعی هسته. واقعا هنر صرف برزی نیست، اما افتخار از این را میکنم که من عنوان یک بسیار یک فرد کوچک افغانستان، افتخار از این را میکنم که اونمو احمد زایر، اونمو فضلمند نینماز، اونمو جلیل زلاند، اونمو ساربان و اونمو اولمیر و اونمو واقع چقدرتان بگویم که شیرین سخن و شیرین زبان هنر موسیقی افغانستان زایر وایدا که هم خوب گپ میزد هم خوب میخواند خوب بود و من افتخار از این میکنم که افغانستان عبارت از اوت قدرتمندای افغانستان بوده که امروز به عنوان یک فرد کوچک افغانستان بعد از 24 سال بعد امروز شیلا جان شیشتیم سر از این مسئله بس میکنیم و میگم اگر مو سر چشمه نمی بود ما در کجا میبود. راست میگین، یک نکته بسیار جالب بسیار خوب فاوا جان عزیز و خاله جان نازنین، آره شما بخیر برید یک آهنگ بخونید که ما می آهنگ شما رو نشر کنیم و کلیگ منتظر هستم. صحبت ما شما همیشه شیرین است. انشالله ما برنامه های دیگه هم خواهد داشتیم. قسم بعدی که گفتی با برنامه با هنرمندان یک دوست جمعی یک بنا چه خوبه سخن شما داری در افغانستان شیلا جان؟ بله میگه با خبر باشید. با خبر با خبر اینا رو با خبر باشید که خاله جان عزیز یک آهنگ مقبول مقبول باشم قربانتان زنده باشید. شکر برم آمدم که سر نهم
عشق تو را بسر برا آمدم چو عقل جان از همه دیده ها نهان تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم آمدم چو عقل جان از همه دیده ها نهان تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم آمدم سر نهم عشق تو را بسر برم بر تو بگویم نی شکنه شکر برم آمدم که سر نهم عشق تو را بسر برم مقبول خالد جان عزیز تشکر تشکر بسیار هم مقبول بود بیننده عزیز اتنا شما را هم خوشتان آمده متاسفانه باید بگویم که برنامه باز به پایان رسید بسیار وقت خوش میگذارم بسیار زود میگذارم انشاءالله با برنامه های دیگر با این دو جوان مستحب میباشیم با شما برنامه های خوب خواهد داشتیم امشب شما را به خداوند بسپاریم تا برنامه بعدی انشاءالله که در خدمت شما میباشیم عزیزان ما هم خداحافظی میکنن شب روز شما خوش سپاس شیلا جان قرن از خودتان و از برنامه مقبولتان از تلویزیون زیبایتان که ما رو دعوت کردین خواهش میکنم و تشکر از بینندگان عزیز که ما رو تا این لحظه تحمل کردن خدا کنه که کم کسی که بوده چون برنامه لایف بود به بزرگی خودتان ببخشین تا برنامه های بعد شما رو به خدای بزرگ بسپاریم دوستای عزیز ما از صدیق جان عزیز تشکر میکنم عبارت از این که امشب و جای مکان مقبول زیبای خود همراه شما و همراه ما شریک ساختن ما شما خواهش میکنم به این خاطر که امشب ما به جای ماندیم شما میجه بین یک دفعه سر بزنید خبر بگیرید این هم یک اتفاق است این هم یک هنر است لحاظه ای که ما از صمیم قلب برای شیرا جان غفوری آرزوی موفقیت هم میخواهیم و برای پیام افغانستان شبکه تلویزیونی پیام است اما تو یک پیام های بسیار مستفید و قوی و واقعا روشن فکر و شانشایی را به تمام افغانستان آرزو میکنم لحاظه ای که زنده باد هنر واقعی موسیقی افغانستان شب روزتان خوش تا بعد